در مورد خیلی چیزا با هم دیگه کار کردیم دیدید که اومدیم راوت رو نوشتیم و راوت اومد برای ما چیکار کرد وقتی اومدیم ازش استفاده کردیم برای ما یه کنترلر رو آورد بالا حالا برای صفحات مختلفی مثل هوم یا اباوت و خب این صفحات اینا صفحات نیست اینا فانکشنه و خب این فانکشن ها چیکار میکنه برای ما یه چیز دیگه ای رو لود میکنه مثلا اگه ما میریم داخل پیجز کنترلر اگر میرفتیم که من اینجا تایپ بکنم pages controller این about میمد گفت یه ریترن رو برای ما و... یه ویو رو برای ما ریترن بکن به اسم about که اگه میبینید about اینجاست اما یه سوال برای شما پیش میاد میگه که این CSS رو من چجوری سرکار کار داشته باشم CSS و جاوا ببینید من درس زیاد در مورد این صحبت خواهم کرد ولی اینجا یه مقدمه رو به شما در مورد CSS و جاوا میگم چون دوست ندارم که شما صفحه سفید لود بکنید بالا که به این صورت مثلا نمایش داده بشه دوستان یه CSS داشته, بشه, داشته بشه, باشه جاوا داشته باشی که فعلا باش کار بکنید تا بتونیم بحثش رو پیشرفته تر بکنیم ولی بحث لاراول خیلی پیشرفته است و در موردش موقتی داریم صحبت میکنیم در مبتدی داریم صحبت میکنیم ببینید شما وقتی اپلیکیشنتون هاست میکنید یه پوشه ای دارید به نام پابلیک پابلیک فقط سرو میشه سرو کجا میشه داخل پابلیک دا یا پوش های دیگه هر چیزی که شما بیرون پابلیک دارید هر چیزی که شما بیرون سرور دارید یعنی بیرون پشت پابلیک دارید اینا میشه چی اینکلود شما اینکلود شما مثل سورستون مثل پابلیک اینجا تا اینجا مثل ریسورس از اینجا تا هر چیزی که اینجا دارید همش میفته بیرون خب این پابلیک شما میتونید بیاد اینجا کنترل ان یه فولدری درست بکنید حالا یک دایرکتوری درست بکنید به این صورت اسمش بذارید css و خب داخل این css که استایلی هم درست بکنید حالا من یه استایل شیت اینجا میذارم و اسمش رو میذارم استایل و استار css درست میشه خب من میتونم بیام اینجا چیکار بکنم بگم که مثلا بادی و بعد بیا که مثلا Backgroundش رو Background کالرش رو بذارم مثلا رد یه چیز خیلی واضحه که شما بتونید ببینید و خب چطوری میام اینو داخل ریسورس اگر بریم داخل ویوز و اینجا about.blade.php یا layout باید نگاه بکنید رو بالا بعد از تایتل قبل از تایتل هر جه که خواستید یه لینکی درست میکنید که استارشیتون میگید slash css slash یعنی چی؟ یعنی home directory همیشه از این slash استفاده کنید css slash و بعد میگید که برو داخل style.css خب به این صورت و اگر ما اینجا این رو نگه داریم بیایم اینجا سرور رو ببینیم ران هست یا نه وقتی من ریفرش میزنم میبینی که صفحه قرمز شده خب و داره کار میکنه اما این برای پروژه های کوچیک خوبه ولی شما نمیخواید که این کار انجام بدید بخواید که پروژه تون ممکنه بزرگ باشه و همه کارها رو ما داخل سی انجام نمیدیم برفر شما میخواد که اینا رو مینیفای کنید یعنی بنویسید چکار بکنید کوچیک بکنید فاصله ها رو بردارید کانکاتینیت بکنید سی پری پروسسور رو ازش استفاده بکنید و خیلی کار دیگه میخواید انجام بدید بنابراین ما یک چیزی داریم بیرون جعبه لرول به شما میده من همینا رو ببندم یه چیزی داریم به نام گوب فایل بهتون گفتم که لرول از گوب فایل از گوب استفاده میکنه ولی در اصل گوب نیست چیزی که شما اینجا دارید میبینید اسمش از الکسر داخل داکیومنتیشنش اگه من اینو نمی بستم بستم متاسفانه ولی خب اینستالیشن اگر بزنید میتونید ببینید اینجا یه چیزی داریم به نام الکسر اگر برید اینجا نگاه بکنید اینجاست که روش کلیک بکنید و در رابطه باش بخونید همه چیز اینجا هست اما این چطوری عمل میکنه ببین اگر تا با گلپ کار کرده باشید میدونید که گلپ یه مقدار رو باید تغییر بکنید درسش هم دادن به شما و خب خیلی چیز مثلا و تحقیق بشه بعض ما عوض میشه سردرده ولی خب جفری اومده یه پکیجی ساخته به نام الکسر که تنها کاری که شما باید انجام بدید میبینید که نوشته الکسر یه فانکشن درست میکنه که یه وریبل میکس میگیره از این میکس یه چیز دیگه درست میکنه مثلا سس داشته باشید لس داشته باشید چی اگر سس داشته باشید میگید که مثلا سس اگر لس داشته باشید مثلا میگید که لس و بعد اپ لس میبینید خیلی راحته مثلا اگر میخواستید از اسکریپت استفاده کنید از اسکریپت به این صورت میتونید استفاده کنید که اسکریپتتون رو اجرا بکنید یعنی جاوا اسکریپتتون رو براوزریفای میتونید استفاده بکنید ازش میتونید از کاپی استفاده کنید یه فایل رو کپی کنید یا میتونید که از اگز استفاده کنید که یه شل رو execute بکنید ولی از ساس من استفاده میکنم توجه کنید که ساسی که ما اینجا بینویسیم فایلش از اسمش SCSS چون قبلا اسمش ساس بود ولی الان SCSS شده که خیلی پیشرفته تره اگه من فولدر بغل باز بکنم شما نمیتونید همینجوری از این استفاده کنید چرا چون ما یه چیز دیگه ای داریم به نام package.json اگه من package.json رو باز بکنم اینجا ما dependency داریم خب dependency یعنی چیزهایی که گلپ uh, uh, چیزهایی که npm از شما میخواد که این نصب کنید مثل بیرون جعبه از لاراول الکسر میخواد استفاده کنید و بعد bootstrap sass bootstrap هم برای شما داره نصب میکنه ورژنش حالا سه هستش و همینجوری دیو دیپندنسی به نام گاب جی اس خب اگه بریم اینجا اولین چیزی که اول کاری که شما باید بکنید که نود رو نصب بکنید نود js. org خیلی راحت دو دقیقه نصب میشه اگه خواستید ببینید نود رو دارید یا نه سرور رو من فعلا استاپ میکنم و بعد اینجا تایپ میکنم نود v وی یا تایپ میکنید npm پی وی خب جفتش داریم اگه ندارید نود رو اینستال بکنید npm هم npm هم اینستال میشه خب برای اینکه بفهمید پکیج جیسون چیه میتونید به کمپوزر جیسون نگاه بکنید کمپوزر دیپندنسی های ج... رو داره به شما نشون رو میده مثل ریکوارد دیپن، دیپندنسی مثل فیکر ماکری PHP اچ یونیت سی سلکتور کرولر و میاد پایین تا جایی میرسید به نام اسکریپت های مختلفی رو داره پس اینا دیپندنسی های شماست بقیش مثل آلتولود و اینا زیاد اینا خیلی مهمه نمیگم نمیگم زیاد مهم نیست نه ولی دیپندنسی هاست که اینجا دارید میبینید که از سیمفونی هم داره استفاده میکنه اسکریپت هم که شما میتونید برای تستاتون اسکریپت درست بکنید اما پکیج دا جیسون اینا رو چجوری ما اینستال بکنید توی پوشتون تایپ میکنید npm حالا میدونید که اگه بخوایم از کمپوزر استفاده بکنید تایپ میکنیم این کمپوزر اینستال ولی اگه خواستیم از npm دیپندنسی یا وابستگی اینستال بکنیم تایپ میکنیم npm اینستال یه ای چند دقیقه وقت میدیم من ویدیو رو استاپ میکنم خب من ویدیو رو استاپ کردم یه چیز در حدود 10 دقیقه طول کشید تا اینا رو ریخته بشه و خیلی چیزا هم ریخته شد و بعضی موقع وارنینگ به شما میده این وارنینگ ها هیچ مهم نیستش فقط ERR یا ارور نگید دبلیو ای زیاد مهم نیستش و خیلی چیزا ریخته اگر ما برگردیم به این فولدر میبینید که نود آندرسکور ماژول رو ریخته و بین اینا ما یه چیزی داریم که میبینید که از به اصطلاح بابل هم استفاده کردن خیلی چیزای زیادی رو ریختن میان پایین تا قسمت ای بعد از وی و بعد ای میبینی یه قسمتی داریم به نام الکسر اگر پیداش بکنیم یا ممکنه اصلا اسمش رو عوض کرده باشم ولی مطمئنم اینجا بودش الکسر حالا هیچ مهم نیستش اینو بذارید ببندیم وقت اون طرف نشه ولی الکسر نسبه خب الان اگر نگاه کنید داخل پکیج در دا جیسون چیزی اضافه نشده چون همه رو ما نصب کردیم حالا میتونیم چیکار بکنیم بریم این گوب فایل جی اس رو باز بکنیم ببینیم که سس زیرش آندر آندرسکور آنلاین داشته خطی زیر خطی زیرش کشیده بود و این الان دیگه از بین میره حالا این اپ scss کجاست ما چجوری میتونیم این رو پیدا بکنیم اگر بیایید داخل ریسورسز assets خب سس اینجا داریم میبینید داخل پوشه سس فایل اپ scss رو اینجا داریم اگه من رو باز بکنم حالا میتونم به جای این پابلیکی که من اینجا داشتم که اگر من پابلیک هم این بالا باز بکنم سی اس شو این استال رو اینجا دارید میبینید میتونم بیام چیکار بکنم بیام این بک اینو از اینجا پاک بکنم که شما ببینید هیچ اینجا نیست و بعد داخل اپ سی اس من بیام چیکار بکنم اینجا اینا رو دیسمیس کنم چون زیاد اتیا... اینا اتیاج نیست میبینید که بالا خوش میگه که میخواهید بوت هم میتونید ایمپورت بکنید چون خودش میگه داخل م... نود ماجوز بوت هم نصب کرده اگر نگاه بکنید داخل گو فایل جی ام، نه،, نه،, این البته داخل پکیج ها میبینید که بوتسترپ هم اینجا داریم گفت خودش نصب کرده خب اگه خواستید اینکلودش بکنید فقط از این ایمپورت استفاده میکنید ایمپورتی که این بالاست حالا من اینجا چیکار میکنم میام مینویسم که مثلا یه وریبلی درست میکنم توی بلا سس وریبل رو با دلار ساین مینویسن وریبل درست میکنم و مساویش قرار میدم با رنگ قرمز میام پایین میگم که بکگراوند background color یا uh, background color اگر CSS همون درست نوشته باشیم background color و اینجا میگم که نه البته این نیستش من زد. میخوام بادی و بعد background color CSS و از ما uh, یاد بره خب background color اینجا الان مثلا من میگم بیا زردش بذار خب به جای به جای این رد بذارید من این یلو رو اینجا بنویسم یلو میخوام ببینیم که این کار میکنه بنابراین اینجا می یلا خب الان اگر اینو سیو بکنیم تنها کاری که ما باید بکنیم اینجا برگردیم سفر خالی کنیم اینجا تایپ بکنیم گاپ وقتی گاپ رو تایپ میکنیم این میاد چیکار میکنه هر چیزی که ما اینجا میگیم یه نوتیفیکیشن هم اینجا به ما میده میگه ساس کامپایل و علامت لاراول هم اینجا میزنه میگه ساس رو من از اه, resources assets ساس اپ سی گرفتم انداختم داخل پابلیک CSS اس CSS اگر ما بریم پابلیک الان میبینید که یک اپ CSS داریم استال هم میتونیم بسپوریم بیرون دیگه و این اپ دات CSS مپ هم بحثش بعداً در روش رو صحبت خواهیم کرد ولی میبینید که الان اینجوری بالا پابلیک رو میبینید اینجا نوشته بادی رو اینجا نوشته میگم پابلیک الان اگه بیم جی ریفرش بزنیم باید سرور ران باشه تا بتونیم این رو اجرا بکنیم پس تایپ میکنم php artisan serve و بعد این برمیگم جی ریفرش میزنیم و باید این بکراندش یلو بشه چون ما که نمیبینیم اینو باید بریم داخل لیاوتمون خیلی من سریع این لیاوت رو اینجا باز میکنم و اینجا به جای CSS میگم app.css اگر برگم اینجا ریفرش بزنیم مسلما زرد میشه پس اینا رو دارید میبینید اینجا حالا میتونیم به جای سس از لس استفاده کنیم اونا که خیلی طرفدار لس هم من چون روبی کارم از سس خوشم میاد اگر خواستید از لس استفاده بکنید میرید داخل گپ فایلتون که اینجا من تایپ میکنم گوب فایل که .js و این گوب فایل .js اگه باز شد اینجا خب میتونید چیکار بکنید به جای این سس بگید لس و اگه من اینجا تایپ بکنم لس اگه نمیدونید کجا اینو سیو بکنید میتونید برگردید اینجا و بعد اینجا یه بار دیگه سرور رو استاپ کنید و بعد تایپ بکنید گوب و میبینید که اینجا داره می ریسورسز من داخل پوشه لس میخوام که شما لس رو بندازید یعنی به این سسی که شما اینجا دارید میتونید یه پوشه دیگه درست بکنید به نام less و بعد از less استفاده کنید ولی ما میشاسم فعلا به همون سسی که اینجا داریم پس نباید قرمز بده اگر قرمز بده یعنی ارور میگه not found. کار رو میزنیم و بعد این انجام خب حالا گفتم خیلی چیزای دیگه ای داریم یه دستورای دیگه داره به نام اسکریپت کپی در مورد صحبت خواهم کرد ولی فعلا, فعلا یه چیزای اینجا داریم حالا یه موقع شما میگید که من سی اس اس هامو نوشتم اسکریپت هامو نوشتم چجوری اینا مینیفای کنم خب گوپ میاد برای شما مینیفای اینا رو به این صورت که من میگم انجام بده اگر تایپ بکنید گوپ production خب و وقتی اینتر بزنید این میاد میاد, میاد مینیفای میکنه مینیفای یعنی چی میاد فشرده میکنه اگر برگردم اینجا من توی پابلیک برم نه, نه تنها مینیفای کرده بلکه اومده چیکار کنه بالاس ویدیو بالاس اگر من دو تا بزنم بعد پایین میبینید که مینیفای شده فاصله ها رو برداشته و خیلی کوچیکش کرده پس داش داش میاد برای شما چیکار میکنه مینی فای میکنه یه چیز دیگه میخواستم به شما بگم بعضی بریم ویدیو بعدی یه موقع که شما میخواید ورژنش بکنید میدونید که مثلا داخل سرور الان اگه مثلا من رنگ زرد رو بکنم مثلا صورتی خب عمل میکنه نه که عمل نکنه ولی بعضی از بعضی از سرورها کش ذخیره میکنن کش ذخیره میکنن مثل همین سروری که من ازش استفاده میکنم کش ذخیره میکنه یعنی که کاربر باید سه چهار بار ریفرش رو بزنه اینجوری هی تو ریفرش بزنه تا ببینید صفحه معلوم بشه که درخواست بده به سرور تا صفحه معلوم بشه که سی اس اس اش چیه میبینید الان یعنی مثلا صفحه های قبلی هنوز هست چرا چون کش ذخیره شده کش نه منظورم پول منظورم این که سرور خودش فایلایی که دانلود کرده رو داخل براوزر ذخیره میکنه برای اینکه از این شر این کش خلاص شیم ما میام داخل گوب فایلمون که این پایین داریم اینجا بعد از این سس میتونم چیکار بکنم تایپ بکنم دات ورژن اگه تایپ بکنم دات ورژن خب میگه که اسم ور... ورزن... که تایپ میکنی میگه که حالا چی اسم میخوای چی بدی من میگم مثلا css بده slash app.css همون فولدری که شما داخل پابلیک دارید و نشونه بگیرید فکر کن که اینجا داخل پابلیک ما app.css رو اجرا میکنم وقتی من این الان گاپ رو بزنم یه پوشه دیگه خواهد ساخت به نام build برای من اگر برگردم اینجا تایپ بکنم گاپ سفر خالی بکنم میتونم گارپ تایپ بکنم یا یعنی اینکه خیلی دارید باش کار میکنید هی تون تون نمیخواید گارپ رو اجرا بکنید تایپ میکنید گاپ واچ اگر من اینو بزنم خب این میاد برای من چی درست میکنه گاپ فایل درست میکنه و بعد اگر ما برگردیم اینجا بذارید اینو س... یه بار دیگه رو بزنیم اول چون این فکر نمیکنه که تغییر ای چیزی ایجاد شده باشه رو میزنیم و بعد میبینید که الان یه دونه چیز بیلد هم درست خواهد کرد اگر ما برگردیم اینجا میبینید که بیلد دیگه درست شد خب گفت واچ موقعی معنی پیدا میکنه که شما فهم خواهد کداتون رو تغییر بدید نمیخواد که یه چیزی بسازید اگه خواستید یه چیزی بسازید گوپ رو میزنید حالا من گوپ واچ رو میزنم و این منتظره که من یک چیزی رو تغییر بدم نگاه می‌کنید بیلدی که ما ساختیم یه سی درست کرده داخلش که یک اپ سی درست کرده این, این کار، کاری نداریم app, dash, یک عددی و بعد سی اس رو بهش میگن کش باستینگ یعنی دل... پیچوندن کش کش رو میخواد بپیچونه چون یه چیز دیگه یک هشی به فایل ما اضافه میکنه که حالا شما با خودتون میگی که من باید این هش رو هر سری بیام تایپ بکنم کجا داخل لی -اوت هم اگر مثلا بیام اینجا داخل لی -اوتی که ما اینجا داریم باید تایپ بکنم اپ داد و ببینم این اسم این چیه هیتونتون تون برم اینو عوض بکنم نه شما یه چیز دیگه ای داره که خیلی قدرتمنده به نام الکسر که من داخل این اگر اینو باز بکنم داخل این میتونید چی بنویسید میتونید بنویسید الکسر خب این الکسر میبینید وقتی من اینتر میزنم داخل پرانتز میگه که کجا قرار داره مسیرت مسیرتون دوباره اینو بیلد با بیلد کاری نداشته باشه خودش لر پشت صحنه میره دنبال این بیلد میگرده میره دنبال CSS ولی همین رو دوباره تارگت کنید فقط تایپ میکنید سی slash app.css خب اگر من سیو بکنم برگردم اینجا خب ریفرش بزنم اگر این داره واچ میشه اگر برگردیم یه دونه تب دیگه باز بکنیم بگم که cd desktop desktop و بعد بگم که project الان اگر بگم php artisan serve خب اگر برگردیم اینجا یه ریفرش بزنیم میبینید که صفحه زرده ولی اگر کودش رو نگاه بکنید ببینید که اون کودی که ما داشتیم الان اینجا داره به ما نشون میده این کش باستینگه اگر فردای پس فردایی من اومدم اینجا بر رفتم داخل اپ سی اس این یلو رو کردم مثلا یه رنگ پینک خب و اینم گفتم که پینک باشه و بعد بیا اینم بذار برای من دلار ساین پینک خب وقتی سیو میکنم چون سرور الان لول واچ داره داره اینجا نگاه بکنید این خوش اجرا میشه اگر ما برگم که نوتیفیکیشن هم میده الان برگم اینجا ریفرش بزنم پینک رو دارید میبینید رنگ صورتی شده و اینجا دارید میبینید که تغییر پیدا کرده حالا بذارید یه بار دیگه تغییر پیدا بکنیم اینو این سری بذارم مثلا بلو و دیگه پینک رو دست نزنم سیو بکنم وقتی سیو میکنم نگاه بکنید الان دی ای 4 آخرشه وقتی ریفرش میزنم میشه سی بی می اینجا؟ پس داره کار میکنه. اینجوری رفرش بزنم میگه که آبی میشه. پس اینم از ورژنینگ. اینا مقدماتی هستن که چجوری CSS و جاوا اسکریپتتون رو هندل بکنید. برای جاوا اسکریپت هم همینجوری میتونید جاوا اسکریپت رو داخل پابلیک JS بذارید یا اینکه میتونید برید داخل گلپ فایلتون که یک از فایلای که تا حالا در مورد صحبت نکردیم اینجا بعد از این یه دات اسکریپت بذارید، اسکریپت بذارید که موردش بعداً صحبت خواهم کرد. ولی این تا این چیزایی که فعلا لازم دارید که شما رو رابندازه این دوتا کافیه